با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این دهمین روز از نهمین ماه از دوازدهمین سال در سومین هزاره، ساعت 2:03 هست به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 5:03 هست به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 5:03 هست. 11:03 است در اروپا، 10:03 در انگلستان و 3 بامداد است در ترکیه. ماه شهریور است و ما در حقیقت این روز رو به عنوان فاجعه ملی، یعنی این تا کشتار 67 رو به عنوان فاجعه ملی ازش یاد میکنن و در حقیقت این ماجرات دامنه درازی دارد و هنوز هیچ بخشش به راستی باز نشده. گویین که خیلی راجبش حرف زدن ولی هنوز زوایای زیاد و تاریکی داره که باید روشن بشود. ما امروز قرار بود که با مثل هر دوشنبه با آقای بهرام بیگدلی گفتگو کنیم ولی آقای بیگدلی مجدداً لطف کردن و به من گفتن که به این مناسبت دعوت کنیم از خانم مینای احدی. و میدونی که خانم مینای احدی، من بارها گفتم که یک شخصیتی است که در حقیقت تو زمینه فعالیت حقوق بشر و کمک به قضیه رفع اعدام و اینکه اعدام بایستی که از بین برود بسیار بسیار تلاش کرده و تو این زمینه سابقه خوب و پرونده درخشانی داره. خیلی از آدم ها رو از زیر اعدام بیرون کشیده با فعالیت هایی که کرده. این کارا کارهای آسونی نیست، کار هر کسی نیست، یه جور باور لازم دارد، باید باور داشته باشی این قضیه رو. به حرف نیست، به عملم نیست، به باوره. به نظر من باور داشته باشی که نباید اعدام باشه و من فکر میکنم که خانم مینای احدی جز کسانی است که به این باور رسیده است و تلاش شبانه روزی میکنه، سفر میکنه، خانواده، محیط گرم خانواده رو رها میکنه، میره اینور با این شخصیت، با اون سیاستمدار شانه میزنه و میخواد ازشون که جلوی اعدام ها گرفته بشن. الان ماجرای غلامرضای خسروی است که امروز فعلا حکم براش اجرا نشد، یعنی به معنای عدم اجرای حکم نیست. من فکر میکنم که بریم و وقت رو تلف نکنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به خانم مینای احدی. خانم سلام بر شما. من سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من میذارید. محبت دارید. عرضم به حضور شما خانم احدی، دلم میخواد که راجع به 67 و این زوایاش یه قدری برامون بگی و ببینیم که چرا واقعا چطوری شد که جمهوری اسلامی به این جنایت بزرگ دست زد. چرا؟ دلیلش چی بود به نظره؟ بله، تا اونجایی که به سال 67 برمیگرده، خب ما در مورد قتل عام هزاران نفر داریم حرف میزنیم که شما هم راجبش صحبت کردین و مسئلهی که هست اینه که هنوز ابعاد و زوایای این قتل عام روشن نشده. یعنی آماری که فرضاً سازمان عفو بین الملل داده 2500 اسم رو شامل میشه، ولی آماری که سازمان‌های اپوزیسیون ایرانی دارن میدن یا خانواده‌ها و وابستگان کسانی که اعدام شدن، الان آمار از 12,000 نفر هم بالاتر داره میره. ما در حقیقت در مورد یک قتل عام، در مورد یک هولوکاست اسلامی داریم حرف میزنیم که اتفاقا به نظر من متاسفانه راجبش خیلی زیادم صحبت نشده. یعنی الان 24مین سال گرد این اعدام ها بود و همین امسال احساس خود من این بود خیلی اتفاقا باید گسترده تر از این برگزار میشد، از طرف همه سازمان های اپوزیسیون، از طرف همه کسانی که امکانشو دارن تو خارج از کشور دارن زندگی میکنن. من فکر میکنم که ما باید میتونستیم در طول این مدت یک مرکزی داشته باشیم که خانواده ها مراجعه کنن، اسم بچه هاشون رو بگن، نه فقط اسم بلکه سرگذشتشون، خاطراتی که دارن. بعضا این اتفاقات افتاده ولی هنوز خیلی زیاد نیست. منتها باید به نظر من به یه مسئله توجه کرد و اونم اینه که قتل عام هزاران نفره در سال 67 در زندان‌های
ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در حقیقت ادامه اعدام‌ها یا قتل عام در سال 60 بود. حکومت اسلامی ایران از من می‌پرسید چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه می‌خواست یه انقلابو بزنه. چون الان تحلیل‌های مختلفی وجود داره راجع به این مسئله، ولی من خودم جزء اون نسلی بودم که انقلاب کردیم در ایران علیه حکومت شاه، و شاه و دستگاه حکومتی اون موقع نتونست این انقلابو سرکوب بکنه. جنبش اسلامی، حکومت اسلامی، خمینی اومد و از روز اول انقلابیون، بچه‌هایی که تو خیابونا انقلاب کرده بودن و جوونا رو مورد حمله قرار داد. در سال 60 تعدادی رو کشتن، اینا اسامی رو 50 نفر 100 نفر علنی میکردن. سال 61 تعداد زیادی رو کشتن، سال 62 بعد تعداد زیادی رو دستگیر کرده بودن، محاکمه کردن. بعضا سال 67 کسانی رو کشتن که مثلا محکوم به چند سال زندان شده بودن، زندانیان سیاسی که بعضا دوره زندانشون تمام شده بود، ولی اتفاقات سیاسی مختلفی افتاد همون موقع و جمهوری اسلامی بالاخره در مجموع سیستمش و همینطور خمینی به این نتیجه رسید که برای اینکه بمونن و برای اینکه مشکلات جدیتری در مقابلشون قرار نگیره، هزاران نفر را باید قربانی بکنن. خب تحلیل و ارزیابی زیاده، ولی یکی از دلایلی که مطرح میشه در مورد اینکه عجله کردن این همه آدم را بکشن، یکیش همین بود که در دوره زندگی و حیات خمینی میخواستن تکلیف به اصطلاح جمع بزرگی از فعالین سیاسی رو روشن بکنن و در مقابلشون بایستن. بعد در رابطه با مسئله جنگ ایران را خوب ترس از این داشتن که شورش های اجتماعی اتفاق بیفته و این سیاسیون نقش بازی کنن در این رابطه. برای مسئله مختلفی مطرح میشه، ولی به نظر من جمهوری اسلامی برای اینکه بمونه و حکومت کنه همیشه به اعدام تکیه کرده. همین الان هم اعدامش برای همینه که مردم رو بترسونه و فضای وحشت ایجاد بکنه. بسیار ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که نمیدونم واقعا وقتی که به ماجرای 67 میرسی خیلی موضوعه. یعنی مثلا من در هفته گذشته با آقای دکتر متین دفتری صحبت میکردم راجع به ایران تریبینال و اینکه واقعا چه میشود کرد. ایشون به صراحت گفتن که در مورد این قضیه ما اگر که این ایران تریبینال رو درست کردیم امیدواریم که کمک بکنه، ولی بیشتر جهت دلداری است، جهت این استش که بگوییم به این عزیزان، به این خانواده ها که ما هم همدرد شما هستیم، ما درد شما رو حس میکنیم. ولی از باب این که بشود کاری انجام داد یا مثلا بریم شکایت کنیم از آقای خامنه‌ای، اینا گفتش که بر اساس قانون همون ICC یا International Criminal Court، اون دادگاه بین الملل، نمیشود کسی که سر کاره بگیری بیاری به دادگاه مگر اینکه این آدم از خلع شده باشد. و بعدم اینکه نکته دیگه این که اون درسته که جمهوری اسلامی این رو امضا کرده، ولی این امضا بر اساس استاتس روم فاقد وجاهت است تا زمانی که دستگاه قانونگذار یعنی مجلس ایران این رو امضا کنه، تصویب کنه، اون وقت این قابلیت اجرا داره. چون جمهوری اسلامی چنین کاری رو امضا نکرده، بنابراین هیچی کاری نمیشه کرد فی الواقع، و تا زمانی که این حکومت در حقیقت سرنگون بشود، و وقتی که سرنگون شد اون وقت میشه که این سران جنایتکارش رو به دادگاه کشید و محاکمه کرد. ولی به حال این یک روند حقوقیه. ولی به نظر شما با توجه به سابقه ای که شما داری و نوع فعالیت که میکنیم، ما چگونه میتوانیم این صدا رو جهانی کنیم؟ راهش چیه؟ چجوری میشه؟ حالا مثلا یه آدمی مثل غلامرضای خسروی که زیر اعدام است، چجوری میتونیم اینو کمکش بکنیم؟ تجربه‌تو توی زمینه ما مرسی. بله، تا اونجایی که به بحث قتل عام و سال 67 یا دهه به اصطلاح از سال 60 تا 67 و بعدش برمیگرده، به نظر من خیلی مهم این هست که بالاخره ما در میلیون ها نفر مردم تو ایران دارن زندگی میکنن، درگیرن با این حکومت، و فکر میکنم خیلی از خانواده ها عزیز خودشون رو از دست دادن، خیلی ها. یعنی من اگه با شما و
مثلا یه نظرسنجی بذاریم توی مردمی که در کانادا زندگی میکنن، ایرانیان، یا در آمریکا زندگی میکنن، یا در آلمان، یا اگه توی مجلسی، توی جلسه، توی تظاهرات شما برید سوال کنید، بلافاصله میگه پسر خاله منو اعدام کردن، یکی میگه دخترعمه منو اعدام کردن. یعنی خانواده‌ای نیست که این داغ و این درد رو ندیده باشه. به نظر من، منم خیلی وقتا رفتم توی این دادگاه ها، حتی همین دادگاه لاه، ما رفتیم 3 سال قبل، ما رفتیم با مسئول و رئیس اون دادگاه لاه مذاکره کردیم در مورد اینکه پرونده باز کنم برای جمهوری اسلامی. میخوام بگم جزء کسانی بودم که اتفاقا خیلی پیگیری کردم. ولی یک مسئله حقوقیه و اینا میگن که باید یه دولتی شکایت کنه یا هرچی، ولی اساسا مسئله سیاسی هست. در این حال خیلی وقتا دولت‌های غربی دفاع کردن از جمهوری اسلامی و سیاست این بود که دادگاه هم تشکیل ندن. حالا به هر حال مثلا راجع به این جنایات خیلی کم صحبت شد، راجع به این محکوم خیلی کم محکوم شد، این همه جنایت، به خصوص قتل عام هزاران نفر در سال 67 به نظر من با یک سکوت مطلق در سطح بین المللی مواجه شده تا همین حالاش یا مثلا 2-3 سال قبل. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم اینه که هدف به نظر من، ببینید، من خودم همسرم اعدام شده در ایران، یعنی خانواده به اصطلاح جزء خانواده‌ای هستم که مدعی هستم و میخوام توی دادگاهی برم و راجع به این مسئله صحبت کنم و به اصطلاح شاکی خصوصی هستم توی این مورد. ولی من و خیلی از ماها هدفمون اصلا این نیست که انتقام گرفته بشه، بلکه هدفمون اینه که راجع به جزئیات و مومنت های یک جنایت بزرگ، جنایت مقدس من اسمشو میذارم، چون اینا به اسم اسلام جنایت کردن، اینا گفتن محارب با خدا را داریم میکشیم، همین حالاش هم دارن اینو میگن، در حال در مورد جزئیات این جنایت صحبت بشه. و هدف من نوعی این هست که جامعه واکسینه بشه در مقابل این نوع جنایت ها. ببین، من در آلمان زندگی میکنم، در مورد هیتلر هزار تا فیلم ساخته شده، هر روز که ما میشینیم تو خونمون یه فیلمی در مورد هیتلر نشون داده میشه. ولی به نظر من حتی جامعه آلمان هنوز بررسی و تحلیل و ارزیابی دقیقی نداره از اینکه چطوری فونکسیون کرد که میلیون ها نفر رو کشت، یا این حکومت میلیون ها نفر رو قربانی کرد و بقیه چطوری سکوت کردن، بقیه چطوری چیزی نگفتن، این واقعه چطوری ممکنه اتفاق افتاده باشه. به نظر من تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، ما مدعی هستیم، ما خانواده هایی که عزیزانمون رو کشتن، ما فعالین سیاسی، ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی، هدفمون این هست که توی دادگاهی راجع به این مسائل صحبت بشه. ببینید الان هم خود حکومت، هم خامنه ای و احمدی نژاد و اراذل اوباشی که الان تو حکومتن، هم اونایی که از حکومت بیرون رانده شدن، مثلا جماعتی که به اسم دوم خرداد معروفن یا اصلاح طلبان دولتی یا غیره، سکوت کردن با وجود اینکه خودشون بودن جزو اون دستگاه بودن، با وجود اینکه خودشون جزو مسئولین بودن وقتی این جنایت اتفاق افتاده، راجع بهش حرف نمیزنن. به نظر من اولین هدف اینه این سکوت شکسته بشه، باید راجع به این مسئله صحبت بشه، و در این حال هدف این هست که دادگاهی تشکیل بشه و اینا محاکمه بشن. منم معتقدم با سرنگونی جمهوری اسلامی دادگاه واقعی تشکیل خواهد شد، ولی تو همون دادگاه هم من نمیخوام تون تون یه جلسه برگزار بشه و اینا محکوم بشن. در این حال که میگم از همین اول باید گفت که اعدام رو قبول نداریم، برای اونا هم قبول نداریم، یعنی نباید کسی اعدام بشه، نباید با این هدف دادگاه تشکیل بشه که فوراً مثلا دادگاه جمهوری اسلامی، اصلاً نباید اینطوری باشه. هدف این هست که اونا محاکمه بشن، مجازات بشن، و در این حال راجع به جزئیات این جنایات صحبت بشه. این تا اونجایی که به بحث 67 برمیگرده. ولی در رابطه با اعدام‌ها یا مبارزه علیه اعدام یا سنگسارهایی که در ایران اتفاق میفته، خب ما باید کار کنیم، ما باید مبارزه کنیم، ما باید تظاهرات سازمان بدیم. ولی من در این حال جز اونایی هستم که فکر میکنم باید ادامه بدم، ما باید بجنگیم، ما باید چنان بجنگیم که از زیر دست اونا بکشیم بیرون محکوم به اعدام رو، و این کار زیادی میطلبه، به خصوص اینکه باید توجه کنید که دولت‌های غربی تا همین حالش هم سکوت کردن، مماشات میکنن. 100 بار میری برای یه دونه مورد، مثلا همین مورد
غلامرضا خسروی فرض کنید، خیلی کم، یعنی دولت‌ها واقعاً عکس العمل کمی نشون میدن. همین الان نگاه کنید که آقای یوسف ندرخانی خوشبختانه حکم اعدامش لغو شد، آزاد شد، فقط و فقط به خاطر این بود که در سطح دنیا اعتراض شد و فقط فقط به خاطر این بود که دولت‌ها اعتراض کردن و جدی گرفته بودن این مسئله را که یک نفر مسیحی شده و محکوم به اعدام شده. ولی خیلی از موارد اعدام را جدی نمیگیرن و من خودم به عنوان کسی که کمیته علیه اعدامم کار کردم و با آقای بیگدلی هم ما تو شهر کن در آلمان خیلی وقتا با هم برنامه های مشترک و اینا میذاریم، یکی از هدف ها ما واقعا در این زمین هم نظر هستیم اینه که راجب همه اعدامی ها باید حرف زد، راجب اونایی که به خاطر مواد مخدر پرونده میسازن، راجب کسانی که از افغانستان تو ایران دارن زندگی میکنن و هیچ کس یا خیلی کم راجب اونا صحبت میشه یا کمپین گذاشته میشه. متاسفانه من فکر میکنم که حتما باید راجع به همه اینا نه فقط حرف بزنیم و اطلاعیه بدیم، بلکه باید بجنگیم، بریم تو خیابون. منظورم از جنگیدن اینه، بریم تو خیابون تظاهرات بذاریم، بریم با دولت ها صحبت کنیم، اونا را تحت فشار بذاریم و به نظر من همه اینا نتیجه میده. همین امروز دوشنبه صبح هزاران نفر با نگرانی خوابیده بودن روز قبل، چون که آقای غلامرضا خسروی ممکن بود اعدام بشه. من خودم جزو کسانی هستم که هر وقت خبر اعدام هست یا گفته میشه کسی قرار اعدام بشه، واقعا توی این خونه خودم از 4 صبح بیدار میشم و نگاه میکنم سایت ها رو، زنگ میزنم به خانواده هاشون، بعضا با همراه اونا گریه میکنم وقتی خبر اعدام اومد. امروز خوشبختانه این اتفاق نیفتاد، ولی به نظر من اگه فشار از روی جمهوری اسلامی بردارید ممکنه اعدام کنه خسروی رو و به این معنا بسیار مهمه. من واقعا از همه اونایی که الان پای صحبت من نشستم، به خصوص دوستان ایرانی، ایرانیان عزیز خارج از کشور، دعوت میکنم که بیشتر از این فعالیت کنن تو این زمین. متشکرم. باز من دوباره میپرسم به طور مشخص، چون مثلا ما دیدیم که یکی دوتا از دوستان یک کار فراهم کردن، تیوت کنید و بنویسید و در یک ساعت مشخصی این پیام رو بفرستید. فهم میکنی که آیا این کارات تا چه هم میتونه کمک بکنه؟ آیا چجوری تو جمهوری اسلامی اثر میذاره؟ چون میدونم شما تو این زمینه تجربه داری، به این دلیل میخوام اون به پیدا کنم که چجوری مؤثر واقع میشه، چرا جمهوری اسلامی عقب بینشینه؟ به نظر من فشار در سطح افکار عمومی روی جمهوری اسلامی تاثیر داره. اونا تمام این اخبار رو دقیقاً تعقیب میکنن و اگر در مورد یه حکم اعدام یا یک حکم سنگسار سکوت باشه، اونا فوراً این کار رو اجرا میکنن. خب در مورد اعدام خیلی بیشتر دارن اعدام میکنن، مثلا همین فردا قراره یه نفر در ملاء عام اعدام کنن که خودشون اسم ملقب گذاشتن عقرب سیاه و فضاسازی کردن راجع به این پرونده و راجع به این فرد. خب کسی نه اعتراضی کرده، خب خبرش هم خیلی سریع البته پخش شد، ولی وقتی سکوت باشه من مطمئنم که این حکم اجرا خواهد شد. همین امروز یک نفر رو در شاهرود جمهوری اسلامی اعدام کرد و گفته به اتهام زنا، نه کسی میدونه مثلا چی بود این پرونده و غیره و غیره. ولی به نظر من تجربه ثابت کرده، واقعا من تجربه دارم در این موارد، که وقتی که شما راجع به یک مورد حرف میزنید، وقتی عکس اون آدم رو پخش میکنید، وقتی توی فیسبوک یا سایت های مختلف تومار اعتراضی جمع میکنید، وقتی توییتر مثلا سر و صدا به پا میکنید توی این رسانه ها و به اصطلاح امکانات اینترنتی که وجود داره، این خودش تأثیر داره. در این حال به نظر من به ویژه وقتی آدم میره تو خیابون و تظاهرات میکنه، نتیجه این اعتراضات این هست که دولت ها به نظر من میان به میدان و اعتراض میکنن. مثلا وقتی دولت آلمان نامه اعتراضی مینویسه به جمهوری اسلامی، در این حال یک سری روابط اقتصادی و سیاسی برای جمهوری اسلامی به خطر میفته که اینا زنگ خطرهایی هست که روش خیلی اتفاقا به خصوص الان حساب میکنه جمهوری اسلامی. اینکه دولت‌های مختلف اعتراض کنن، اتحادیه اروپا اعتراض کنه، درسته که همینطوری توی به اصطلاح رسانه یا کنفرانس مطبوعاتی که نمایندگان جمهوری اسلامی یا نماینده قوه قضاییه یا سخنگوی وزارت امور خارجه میاد حرف میزنه، خب کماکان از خودشون دفاع میکنن و توجیه میکنن و دروغ پردازی میکنن و روش خودشون رو
پیش میبرن، یعنی علنا نمیان بگن که ما عقب نشینی میکنیم، ولی عقب نشینی میکنن. ما این رو دیدیم. من دوست داشتم الانم یه فرصتی هست به شما بگم که 10 اکتبر خب روز جهانی علیه اعدامه. من شخصا دوست دارم تو تلویزیون شما خب خیلی راجع به این مسائل کار کرده، مروری بشه به مثلا مبارزه علیه اعدام در ایران چطوری بود، چه از زاویه بحث‌های تئوریک مثلا اعدام خوبه یا بده، اصلا اعدام یعنی چی، چرا جمهوری اسلامی اعدام میکنه، اعدام انقلابی چیه، بعضن توی سازمان‌های مثلا قبلا مطرح بود آیا مطلقاً اعدام باید ممنوع بشه یا نه، مثلا این بحثا بوده. ما میخوام بگم 33 سال درگیر این بحثا هستیم و تجارب زیادی رو به دست آوردیم، به اینا باید نگاه کرد و مرور کرد و در این حال شکل و مبارزه‌ای که پیش رفته ما تونستیم واقعا بر اساس فعالیت‌های بین‌المللی فرضاً افسانه نوروزی رو نجات بدیم. ایشون الان زنده است تو ایران، داره زندگیشو میکنه. یه مروری مثلا به این مبارزات میخوام بگم اگه وقت باشه خیلی خوبه، فیلم نشون بدیم بگیم که از روز اول چطوری این حرکت شروع شد، خود افسانه چی کار کرد، نامه‌هایی که نوشته شده بود، کدوم دولت‌ها اعتراض کردن و نهایتاً چطوری در زندان باز شد، افسانه نوروزی از زندان اومد بیرون با وجود اینکه میگفتن فردا پس فردا قرار اعدامش بکنه. یا در مورد نازنین فاتحی که با مثلا کمیته ما و خانم نازنین افشینجان خب خیلی با هم تنگ و تنگ کار کردیم روی این کمپین و الان هم یک کتابی نوشته شده راجع به همین به زبان انگلیسی که تو کانادا و اینا پخش شده، خیلی هم استقبال شده ازش. مثلا یه مروری بر این کمپین چطوری کار شد، چطوری تأثیر داره دولت ها وقتی دخالت میکنن و به هر حال تحت فشار افکار عمومی، چطوری این تشنج در خارج از کشور، سر و صدا به پا کردن در خارج از کشور جمهوری اسلامی رو وادار میکنه عقب نشینی کنه. و به نظر من یکی از مهمترین کمپین ها کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی بود که واقعا سنگسار را در ایران دوفاکتو ممنوع کرد. این حکومت دیگه جرأت نمیکنه کسی رو سنگسار کنه، نه فقط اون بلکه مثلا سودان. همین امروز خوشبختانه خبره، امروز خبرهای خوب میومد، خانم لیلا ابراهیم عیسی را که به سنگسار محکوم کرده بودن در سودان امروز حکمش لغو شد و ایشون آزاد شد با بچهش رفت خونه. من یه مطلب نوشتم گفتم واقعا کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی همه این دولت ها را یه ذره دست و دلشون و دولت هایی که سنگسار میکنن را میلرزونه و به خصوص وقتی ما نامه اعتراضی مینویسیم یا 4 تا سازمان تظاهرات میزنن در این مورد در سوئد، استکهلم، سازمان های ایرانی و سازمان های سودانی با هم تظاهرات گذاشتن جلوی سفارتخانه سودان، فوراً حکم لغو شد. بنابراین خلاصه کنم، دولت های دیکتاتور و فاشیست مثل جمهوری اسلامی هم توجه میکنن به افکار عمومی در سطح بین المللی، به تظاهرات ها مجبورن این رو توجه کنن، به خصوص وقتی پای دولت ها به میان میاد چون روابط اقتصادی و سیاسیشون به خطر میفته. حالا جمهوری اسلامی که واقعا در اوج انزوای بین المللی به سر میبره، ولی رو این چیزا حساب میکنن و به نظر من ما موظفیم، آدمایی که داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم، آدمایی که زیر سیطره خفقان جمهوری اسلامی زندگی نمیکنیم، موظفیم بریم تو خیابون تظاهرات کنیم و نذاریم جون این انسانها را بگیرن. به نظر من آزادی یوسف ندرخانی، عدم اجرای حکم غلامرضا خسروی امروز در آخرین نمونه هایی هست از اینکه اگه اعتراض کنیم جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. حضورت که اشاره داشتید به عنوان اینکه آقا این رو گروهی نکنیم، بلکه تعمیم بدیم به همه مردم، به همه آدمایی که در زیر چنگال این نظام فاسد اسیرن، واقعا مردم اسیرن، اسیر اینا هستن، اینا یه مش اوباشی هستن که مملکت ما رو اشغال کردن. من به این باور دارم، من باور دارم که اینا اشغالگرن. الان مثلا من رو صفحه گذاشتم، حتما این عکس شما هم دیدی، مراسم اجرای حکم اعدام، اجرای حکم اعدامه، اصلا مسخره است. اجرای حکم اعدام قاچاقچی مواد مخدر، زمان چهارشنبه 19/12/88 ساعت 4 بعد، مکان اهواز کوی رمضان، اجرای حکم اعدام سارق مسلح و محارب با رسول خدا، زمان شنبه 22 و ساعت 4 بعد از ظهر، اهواز چهارراه نادری، اداره روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خوزستان. بنر درست کردن، یه بنر
فهم کن سمتریه، سمت در 1.5 متر که این رو زدن توی کوچه تو خیابونی در ملای عام، درست میشه که مثلا کارت دعوت به یه عروسی به یه جشنی دارن زمان و مکان و عمر نوشته. چطوری میتونی یه حکومتی نمیدونم و چطوری میشه که مردم هم میرن و همیستن تماشا میکنن؟ من اینو نمیتونم هضمش کنم. شاید بفهممش که مثلا خب بگم که حالا تفریح نیست، هیچ فانفری وجود ندارد، بنابراین لونا پارک نداره، خب میره وامیس اعدام تماشون کنه، یارو دست پا میزنه به خودش میشاشه و این نگاه میکنه میخنده. ولی چطوری ممکنه که جامعه به اینجا بره، 4 صبح بره صف بکشه، بره وایس تو کرج، بعد فریاد بزنه پچه رو نمیاریدش و اینو بنر درست کنه تو خیابون بچسبونه که مراسم اجرای حب؟ و چطوری جرأت میکنه اصلا؟ چطوری جمهوری اسلامی جرأت میکنه این کار رو انجام بده؟ شما چجوری فکر میکنید خانم عدی؟ چرا؟ من فکر میکنم که نفس اینکه یه دولتی اعدام میکنه، خود این یک زخم بزرگیه به نظر من توی اون جامعه و خود این اول باید راجبش صحبت بشه. نفس اینکه یه دولتی به اسم مردم مثلا میگه برای حفظ امنیت یا غیره قتل و سازمان میده، اسمشو گذاشتن اعدام، که خود این خیلی تلطیف شده است و در افکار عمومی تأثیر داره. ظاهرا اعدام برای حفظ نمیدونم امنیت جامعه است، برای اینکه اونایی که مخل امنیت هستن یا به قول اینا مثلا قاتل یا محارب یا غیره و غیره را از جلوی پای مثلا مردم بردارن، و این خودش رسمیت دادن به قتله. و من فکر میکنم یکی از بحثا یا مبارزاتی که در ایران شده و باید راجبش حرف زد همینه که اسم این قتل عمد دولتیه، یعنی جنایت دولتی، خونریزی دولتی. اینا رو به نظر من باید گفت، به خاطر اینکه تاریخا تو ایران اعدام وجود داشته، دولت‌های قبل از جمهوری اسلامی هم اعدام می‌کردن و به این معنا یه جورایی احساس می‌کنم که مقبولیتی مثلا تو افکار عمومی بعضن وجود داشته که خب مثلا دولت داره، وقتی دولت آدم میکشه اسمشو میذارن اعدام، ولی وقتی یکی میره تو خیابون چاقو میکشه یکی رو میکشه میگن قتل انجام داده. این یه مسئله مهمه. در این حال به نظر من جمهوری اسلامی واقعا توی اون جامعه خیلی عقب برد جامعه رو، از طریق همین که میاره در ملأ عام اعدام میکنه. هدف حکومت طبعا ترسوندن مردمه، میخواد بیاره جلوی چشم مثلا من که با بچه‌م دارم میرم مهد کودک یا کسی که داره از اونجا رد میشه یا مردم عادی، بیاره نشون بده قدر قدرتی خودش رو. یه عده مسلح مزدور میان اونجا و با وقاحت و سبعیت مثلا یکی رو میبرن بالای چهارپایه، از زیر پاش میکشن، میخواد بگه من میتونم از زیر پای شما هم این چهارپایه رو بکشم، جون شما دست ماست، من میتونم هر کاری خواستم با شما بکنم. این پیامو میخواد بده، ولی به نظر من اون جامعه بیمار میشه و بیمار شده. یکی از نتایج قتل در خیابون و در ملأ عام، اعدام به قول خودشون در ملأ عام، همینه که کشتن آدم ها رو عادی میکنه، همینه که موضوع رو تبدیل میکنه به این مسئله که مثلا یه عده میان میایستن و نگاه میکنن. طبعا به نظر من خودم خیلی علیه اعدام مبارزه کردم، ولی هیچ وقت اون مردم رو سرزنش نمی کنم و مخالفم که مثلا فضایی وجود داره میگن تقصیر خود مردم، من نمیدونم همین مردم لایقشونه که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. من میگم نه، حکومت اسلامی با اعدام در ملأ عام، با عادی کردن کشتن آدما توی اون جامعه، تاثیرات مخرب روانی زیادی گذاشته که حتما باید راجبش حرف زد. اینکه همه اعدام رو دیدم، من بچه‌ای رو دیدم که اومدن اروپا بزرگ شدن، الان میگه مثلا خاله من مثلا 5 سالم بود تو خیابون اعدام دیدم یادمه، و ما بازی میکردیم بچه‌ها. بعضا خانواده رو دیدم که بچه‌شون فکر کرده این یه بازی تناوب است کرده و کشته شده، یعنی فوت کرده اون بچه. موارد اینطوری رو هم دیدم. در هر حال مسئله مهم به نظر من این هست که باید گفت که راجع به چی داریم حرف میزنیم و انگشت اتهام به طرفی که اساساً به طرف جمهوری اسلامی باید باشه. ضمن اینکه باید راجع به همین هم حرف زد که نرید نگاه نکنید، تبدیل کنید به اعتراض. اینا را حتما میشه با مردم
راجبشون صحبت کرد، ولی خود جمهوری اسلامی اون جامعه رو همونطور که گفتم عقب برده. یه مسئله دیگه ولی مهمه و اونم اینه که مردم رو باید، این مردمی رو هم دید که بچه‌هاشون رو اعدام کردن، باید دید که فرزاد کمانگر رو اعدام میکنن، هنوزم که هنوز به اصطلاح جایی که دفنش کردن رو نشون نمیدن به خانواده ها. جمهوری اسلامی خیلی با سبعیت و وحشیگری در مقابل مردم داره رفتار میکنه و این مردم منزجر، این مردم ناراحت، این مردمی که تجارب تلخی رو با این حکومت دارن پیش میبرن رو هم در این حال باید دید توی اون جامعه. و میخوام بگم یک خشم و انزجار خیلی شدید اتفاقا توی ایران بر علیه اعدام وجود داره، هم به خاطر اینکه همه ما قربانی دادیم، هم به خاطر اینکه با خانواده های قربانی ها رفتار خیلی شنی و زشت و در این حال جمهوری اسلامی اجازه نداده حتی گریه کنن، حمله کرد، اصلا واقعا وقاحت رو از حد گذرونده و این یک فضای اعتراضی زیادی رو علیه اعدام به نظر من در ایران درست کرده. من میخوام اینجا به شما بگم که آقای بهبانی، مثلا خیلی از این شخصیت ها یا روشنفکرا یا سازمان ها بعضن که خودشون از روز اول علیه اعدام خیلی هم فعال نبودن، حرف هم نزدن، کمتر هم فعالیت کردن، الانش هم مثلا بعضن یه حالت نق زدن راجع به این اتفاقاتی که در مثلا بین مردم میفته را در پیش میگیرن. و در این حال به نظر من بعضن همین الان یه دونه مقاله‌ای رو خوندم در مورد همین محاربه با خدا که چند نفر از این روشنفکران دینی به اصطلاح خودشون مثل اشکبری و اینا نوشتن و اونجا هی داره میگه که نه، پیغمبر محاربه را اینطوری تعریف کرده، محارب با خدا یعنی این، نمیدونم سند میاره در این که پیغمبر اینو گفته و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اینو گفته، اینا باید قانون اساسی رو اجرا کنن. به نظر من همینا خودشون خیلی تأثیر داشتن، بعضن خودشون بعضی از اینا دستن در کارهای حکومت اسلامی بودن، ولی همین الانش هم اجازه نمیدن تو اون جامعه که شخم خورده، زخم دیده، قربانی داده، نمیدونم خانواده هایی که بچه هاشون رو کشتن هنوزم بی نام و نشانن، معلوم است قبرشون کجاست، اجازه نمیده علیه اعدام با کلیت خودش حرف بزنه، اجازه نمیده علیه مذهب در کلیت خودش حرف بزنه، اجازه نمیده تو اون جامعه یه بار برای همیشه تکلیف این مسئله رو روشن کنه که اعدام ناحق، قتل عمده، هیچ دولتی نباید اعدام کنه، قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط برای اینکه تو سطل آشغال بندازی خوبه، توش لطفا نگردید دنبال اینکه کثافتاشو از نمیدونم منزهاش جدا کنید، همش کثافت اون. در مورد اینکه همین الان بعد از این همه اتفاق تو ایران مردم برمیگردن میگن به اسم خدا کش دیگه، قرآن تو دستش بود و شمشیر تو دست دیگه، اجازه بدید که قرآن رو نقد کنن مردم. دوباره یه عده این وسط پیدا شدن که نه، پیغمبر منظورش این نبود. خب بذارید مردم پیغمبر رو نقد کنن، چون جمهوری اسلامی با اتکا به فرامین پیغمبر داره آدم میکشه. میخوام بگم همینا اتفاقا اگه بحثی از نقدی هست، نه به مردمیه که میرن تو خیابون میستن و بعدن بیماری روحی روانی پیدا میکنن به خاطر اینکه این چیزا رو دیدن، اونا مورد نقد من نیستن. منی که علیه اعدام مبارزه میکنم، مورد نقدم و سوژه نقدم همینا که به اسم روشنفکر از روز اول از اعدام دفاع کردن، به اسم روشنفکر از اعدام انقلابی دفاع کردن، یا به عنوان همکار جمهوری اسلامی بعضن این اصلاح طلبان دولتی جزء اون سیستم بودن، سپاه پاسداران درست کردن، وزارت اطلاعات درست کردن، الان هم نمیذارن نقد کنن. من با شما همراه هم، ولی اجازه بده که دوستی زنگ زده مطلبشو بگه و بعد ادامه میدیم. بفهمین شما. جناب بهبانی سلام عرض، من نیما هستم از آلمان مزاحم میشم. خدمت مهمان برنامه خانم عربی عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم. ابتدا میخواستم ازشون تشکر کنم قلبا به خاطر زحماتی که میکشن، من واقعا بهشون افتخار میکنم و امیدوارم که همیشه موفق باشم. من به شخص هر وقت که این اعدام ها رو میبینم بلافاصله به 6 اداره در واقع در آلمان نامه مینویسم، در سازمان ملل همینطور ایمیل میفرستم و سهم خودم اعتراض میکنم که این اعدام ها صورت میگیره. با کمال تاسف این مدتی هست خانم عزیزی که ما واقعا همینطور که آقای بهبانی فرمودن زیاد میبینیم که مردم میرن در این اعدام ها
به عنوان تماشاچی حضور پیدا میکنن جا دیده شده. من فیلم دیدم از سنگسار که مردم با چه اشتیاقی تنگ رو به طرف یک انسانی که تا کمر در خاک بود پرت میکردن. به نظر من اینها همینطور که آقای بهبانی فرمودن شاید امکانات تفریحی ندارن ولی از روی کنجکاوی یا برن ببینن ولی واقعا من فکر میکنم یک درصد بزرگی رو به خاطر نبودن آموزش در جامعه هست که با کمال تأسف به اندازه کافی بهش توجه نمیشه که اعدام چقدر چیز بدی هستش. وقتی که خود حکومت که در اون کشور هست دست اعدام میزن مسئله محکوم کردن اعدام برای کسانی که فرض بفرمایید خانواده هاشون رو در طول این سالها از دست دادن خب یه مقدار سخته. ما بارها میشنویم از اعضای خانواده هایی که در زندان های ایران اعدام شدن که آرزو میکنیم روزی برسه که ما عدالتی برقرار بشه و ما بتونیم حق خودمون رو بگیریم و اون کسی که پدر ما رو یا مثلا فرزند ما رو کشته به سزای اعمالش برسونیم. اینجا یه خوری مشکل میشه که مثلا بگیم که از این درویش هیچ کس نباید اعدام بشه حتی قاتل پدر تو یا قاتل فرزند تو. این ها نکاتی هست که باید روش کار بشه. آموزش به نظر من خانم عزیز باید زیادتر بشه در جامعه تا امیدوارم روزی برسه که جامعه توانی داشته باشه که دیگه بدون اعدام مثل کشورهای اروپایی در یک جرم جنایی کمی زندگی کنه. من متشکر هستم آقای بهبانی از وقتی به من دادید. خانم عزیز از شما سپاسگزارم. ممنونم ازتون. مرحمتتون. عرضم به حضور شما که همونطور که خانم عدی گفتم و من بارها و بارها این مسئله رو گفتم، این مثال زدم، مثل رنگی که از بالای دیوار میریزی، این رنگ از اون بالا شره میکنه میاد پایین، از پایین رنگ نمیره به سمت بالا. حکومت ها هستن که اینا رو تعیین میکنن، حکومتی که این اخلاق رو در جامعه ترویج میکنه. بنابراین ما باید نوک پیکان رو به سمت حکومت بگیریم، علت رو پیدا بکنیم، دنبال معلول نگردیم. ببینیم اینو یه موضوعی هست و اون که شما آقای نیما بهش اشاره کردی، در اروپا بحث اعدام دیگر نیست ولی در آمریکا میگن هست. ولی بازم من یه توضیح بدم که به این آسونی که میگوییم نیست. فی الواقع در آمریکا هم اعدام به این آسونی صورت نمیگیره. آدم ها رو اینجا 20 سال در زندان نگه میدن مگر اینکه یک کیسای خیلی استثناء باشد، مثل اون یارو اسنایپرمنه که در سال 2002 اگر اشتباه نکنم سال 2002 بود که راه افتاده بود تو شهر و تق و تق آدم ها رو میزد و اون یه نفر رو من دیدم آوردن با سرعت، البته با سرعت مثلا 7-8 سال طول کشید، 4-5 سال طول کشید آوردن اعدامش کردن. سرعتش یعنی 4-5 سال. ولی غالبا اینا میلیون میلیون دلار خرج میشه، اینا رو نگه میدارن و تلاش میکنن که این اعدام رو یه جوری به تعویق بندازن و هی اثبات میکنن که آقا این که اعدام کردی بعد 20 سال بعد معلوم شد که آقا دی ان ای در اومد که این یارو مقصر نبوده، پس بیایم اعدام رو حذف بکنیم. وقتی مثلا شما میگین که در آمریکا هم اعدام میشود، این حرف غلطه. این به معنای اونی نیست که در ذهن ما نقش بسته. در آمریکا اعدام نمیکنن، ضمن این که اعدام میکنن ولی اون اعدامی رو که من و شما ازش حرف میزنیم اون به این صورت نیست. اولا یارو رو یه چیزی ایرج مصداقی تعریف میکنه در ادامه صحبت خانم عدی که گفتش که آقای شیوری و دوستان می نویسن که محارب در جهت اینکه میخواد ثابت کنه که آقا محاربه این شکلیه، محاربه هر کسی رو نمیتونی به جرم محاربه بیاری، داره تلاش میکنه. ولی ایرج مصداقی مثال بسیار بسیار زیبایی رو میزنه، میگه زمانی که گیوتین رو درست کردن، برای این درست کردن که اون اعدامی رو سریع بدون درد در حقیقت اعدامش بکنن. یعنی در دنی گیوتین یه امر تحوله، یه امر اِوولوشنه، یه جوری یه اختراعی است که صورت گرفته، یه تکامله، همون اِوولوشنه، یه تکامله در این زمینه در جهت انسانیت که یارو رو زجر ندن، تا کمر تو خاکش نکنن با سنگ بزننش، نمیدونم این به صلیب نکشن میخ بش بزنن بزننش کلاغ بخورتش،
بلکه یه کاری بکنن که حتی اعدام رو مترقی بکنن. و امروز می‌بینی که از اون نقطه گیوتین به من اعدام رسیدن. در آمریکا مگه میگوید اعدام، اون معنایی رو که من و شما در ایران و کشورهای مثل ایران می‌بینیم اصلا اینجا نیست. یعنی آدم‌ها رو نگه می‌دارن، تلاش میشه که اعدام نشود. سال‌ها، 10 سال، 20 سال یه رو در زندان میماند، کمکش کنن شاید نشود. و هنوز هم این سیستم خب دچار نقص و نقیصه است، باید جبران بشه، که البته ساختار در آمریکا با ساختار در اروپا متفاوت است. دو تا جامعه کاملا متفاوت است، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. اینجا یه سرزمین دیگر است. ولی علی ای حال اعدام در اینجا هم به اون شیوهی که تو ذهن ما نقش بسته، بازم تکرار میکنم، وجود ندارد. نگیم که آمریکا هم اعدام میکنه، نمیکنه. فی الواقع این حکومت‌های عقب افتاده هستن. ما باید نوک پیکان رو به سمت حکومت بگیریم. و همونطور که خانم احدی به درستی اشاره کرد، او تحت عنوان اینکه من میخوام امنیت رو برای تو بیارم شروع میکنه به قتل، و قتل رو توجیه میکنه. قتل قتله، فرقی نمیکنه، هر کسی هر کی رو بکشه قاتله، قتل صورت گرفته. آقای نیما اشاره کرد، خانم احدی، آقای نیما اشاره کرد که به نامه می نویسد به سازمان‌های مختلف. تو این زمینه اگر شما بخواید تعریف بکنید، لطف کنید بگید که اگه مطلبتون رو بفهمید، و بعدم بفهمید که نامه رو معمولاً کجا در طی این سالها متوجه شدی که مؤثرتر است به کجا بنویسیم تا تأثیرش بیشتر باشد. ممنون میشم اگه توضیح بدید. تا اونجایی که به نامه برمیگرده، خب ما اساسا مثلا نامه میشه نوشت به بعضا به سازمان های حقوق بشری، مثلا عفو بین الملل نامه می نویسن، رو نوشتش رو برای خود مقامات جمهوری اسلامی بعضی از سازمان ها می فرستن. من در طول کار خودم علیه اعدام یا علیه سنگسار، نامه هایی که ما می نویسیم اساسا به مثلا اتحادیه اروپا، کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا می فرستیم، چون ما هم در اروپا زندگی می کنیم و کلا بالاخره اتحادیه اروپا یه حالت متمرکزی داره. به رئیس پارلمان اروپا بعضن نامه هامون میره، به خانم کاترین اشتون می فرستیم که بارها مثلا رفتم توی اونجا ملاقات و اینا با مسئولین دفترش و اینا داشتم. یا بیشتر من مثلا، یا مثلا برای رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان آقای توم کونیکس نامه میفرستیم، یا به پارلمان ها جداگانه، فرضاً در سوئد، در دانمارک. اینقدر ما در طول این 20 سال گذشته برای اینا نامه فرستادیم و تومار اعتراضی که امضا کردیم فرستادیم که اکثرا ما رو الان میشناسن. مثلا من دیگه الان لازم نیست برای رئیس پارلمان اروپا حتی بعضن نامه بنویسم، تلفن میکنم دیگه به دفترشون، به خاطر اینکه به مرور زمان ارتباطات اینقدر گسترده و نزدیک شده و ما رو دیدن، کارامون اینا رو آشنا هستن. الان دیگه مثلا از طریق تلفن این کارا بیشتر پیش میره. یعنی خلاصه کنم، به صورت طرف حساب ما بیشتر مقامات دولت ها، کمیسیون های حقوق بشر در اروپا و بعضن کانادا و این کشورها میفرستیم. ولی الان بحثای خب خیلی جالب و مهمی مطرح شد. یکی از بحثایی که آقای نیما مطرح کرد در مورد سنگسار که میگه مردم اون دور میستن و سنگ میزنن، اینو خواستم تصحیح کنم، اینطوری نیست. اوائل وقتی که جمهوری اسلامی اومد و شروع کرد به سنگسار، اصلا مردم از هم میپرسیدن سنگسار یعنی چی، چجوری اتفاق میفته. و بعضن به اصطلاح اونایی که کنجکاو بودن میرفتن اونجا میستادن، مردا رو اجازه میدادن که سنگ رو پرتاب کنن. و چون سنگسار اینقدر فجیع و شنی بود، اتفاقا مردم دوره اول که توی این حرکت ها شرکت کردن خیلی سریع عقب نشینی کردن و بعضا کار به جای رسید. یعنی اینا دیگه چیزایی که خودم خیلی روش کار کردم، مورد به مورد میدونم چه اتفاقی افتاده. کار به جای رسید که مردم دیگه نمیذاشتن، به خود ملا بعضا حمله میکردن. جمهوری اسلامی حدود 10 ساله سنگسارها رو توی زندان یا اطراف زندان انجام میده، و اگرم توی مثلا یه جایی در ملأ عام انجام داده، مزدورای خودشن که سنگ پرتاب میکنن. مردم عادی خیلی کم و به ندرت در طول مثلا 15 سال اخیر
من دیدم یا شنیدم که رفته باشن و شرکت کرده باشن. ممکنه تک و توک آدمای پیدا بشن، ولی در مجموع مردم پدیده سنگسار رو زودتر از اعدام پس زدن، چون یه مقدار متفاوت هم هست این مسئله با هم دیگه. تا اونجایی به بحث آموزش مثلا الان گفتین که مردم باید آموزش ببینن، به نظر من باید در مورد شنیع بودن اعدام صحبت کرد، باید علیهش قطعا حرف زد. این آقای نیما که الان زنگ زد گفت که مثلا کسی میگه پدر منو کشتن، میخوام مجازات، و به اون چجوری میخوای بگی اعدام نه؟ اتفاقا به همون باید با صدای بلند گفت اعدام نه. اگه پدرتو کشتن و دیدی که اعدام یعنی چی؟ یعنی اینکه یه دولتی، یه باندی، یه گروهی راجب زندگی یه آدم تصمیم بگیرن، اتفاقا تو باید بیای بگی که اعدام نباید باشه. اصلا اعدام باید از دنیا رخت بربنده. و به نظر من اونایی که زبانشون الکنه الان و مثلا توجیه بعضن میکنن، بچه فلان کس که پدرشو کشتن، خب به اون چی بگیم؟ اون بچه رو بیارید، من رازیش میکنم، من بهش توضیح میدم و جامعه باید توضیح بده. به نظر من به خصوص روشنفکرها، سازمانها، احزاب موظفند. اگه بحث آموزش یعنی این، و من فکر میکنم که همین که گفتم جامعه ایران زخم خورده، 33-34 ساله یه حکومت فاشیست اسلامی اومده که دیگه شناعت و وقاحت و دناعت رو تا حد اعلا رسونده. آدم میکشه، به پدر مادر نمیگه بچهش کجاست، پدر مادری که گریان هستن رو دستگیر میکنه، میخوان گل ببرن سر مزار بچهشون بعد از 24 سال، خاوران رو قروق میکنه. این حکومت اسلامیه. اگه الان کسی میخواد علیه این وضعیت حرف بزنه، باید به همون فرزندان قربانیان بگه که دنیای آینده باید دنیای بدون اعدام باشه. اعدام پاسخ هیچ چیز نیست به جز این که قتل عمده، حالا هر کی با هر بهانه‌ای بخواد بهش دست بزنه. این تا اینجا. ولی تا اونجایی که به صحبت آخر آقای بهبهانی شما برمیاد، فکر کنم جواب تقریبا دادم که مخاطبین ما برای نامه‌های اعتراضی اینا اساساً دولت‌ها هستن، ولی در این حال ما از مردم می‌خوایم که این تومارا رو امضا کنن و خود همه یه پروسه بحث، نظر دادن و آموزش رو به نظر من ایجاد می‌کنه. بذارید من حرف دل خودم رو اینجا بگم. جمهوری اسلامی خیلی جنایت کرد، ولی این جامعه بعد از 34 سال یه درسی باید بگیره که برای آیندهش مفید و مؤثر باشه. به نظر من یکی از درس‌های مهم همینه که مذهب باید از دولت جدا باشه، مذهب نباید تو زندگی مردم نفوذ به اصطلاح دخالت بکنه، امر خصوصی آدما باشه. حتی وقتی امر خصوصی بود باید اجازه داشته باشیم مذهب رو نقد کنیم. این مهمه. در مورد الان یادم اومد بحث آمریکا و ایران بحث بود. به نظر من اعدام باید همه جا ممنوع باشه. دولت آمریکا نباید اجازه داشته باشه یا بعضی از استانهاش که آدم‌ها رو اعدام میکنن اعدام کنن. ولی در این حال تفاوت رو باید دید. اونجا بالاخره یه سیستم حقوقی قضایی وجود داره. یارو میره درس میکنه، وکیل، اون یکی قاضیه. بالاخره یک به اصطلاح علمی وجود داره که جامعه پیشرفت کرده برای جرم شناسی، برای نمیدونم چطوری میشه از حقوق متهم دفاع کرد، حد و حدود چی هست. خب خیلی جاها تازه ممکنه تو آمریکا هم خیلی خوب اجرا نشه، ولی ایران چی؟ چند تا آخوند عقب مونده مرتجع رو گذاشتن به عنوان قاضی. کجا درس خوندن اینا؟ کدوم دانشگاه رفتن درس خوندن؟ کدوم علم رو یاد گرفتن؟ کدوم سیستم قضایی رو؟ اونا به شریعه اتکا میکنن، به قرآن اتکا میکنن. خانواده رو دیدم، میگه خانم عدیب دادگاه تشکیل شد، وسطش یه سری جر و بس کردن، قرآن آورد چند خط خوند، گفت اعدام. خب اینطوری دارن اونا آدم ها را با زندگیشون دارن بازی میکنن. در این حال اعدام تو ایران یه امر 100% سیاسیه. آقای یوسف ندرخانی رو بعد از اعتراضات بین المللی جمهوری اسلامی مجبور میشه که دادگاه تشکیل میده روز شنبه، میگه که از اتهام محاربه نمیدونم یا ارتداد، ببخشید ارتداد، به اصطلاح آقای ندرخانی دیگه این اتهامو بهش وارد نمیکنیم، بر اساس به خاطر نمیدونم چیزای دیگه به 3 سال محکوم میشه، چون 3 سالم زندان بوده آزاد میشه.
این ملو از قبل راجبش تصمیم گرفته شده که 3 سال رو بگیم، یعنی از قبل آزادی آقای ندرخانی رو تصمیم میگیرن بعد میان دادگاه تشکیل میدن. اعدام نمیدونم احسان فتاحیان یا اعدام حبیب الله گلپری و بقیه رو تصمیم میگیرن بعد میان تو دادگاه چند تا ورد میخونن، همش هم بر اساس مذهب اسلام، و اون آدم رو به اعدام محکوم میکنن. تو ایران سیستم قضایی و همه این چیزها بر اساس قانون شریعه است، یه امر سیاسیه، هیچ کسی هیچ اعتمادی به این دستگاه های قضایی جمهوری اسلامی و دادگاه های کذاییش نداره. آدم میگیره میبره شکنجه میکنه، میاره اعتراف میکنه، به اعدام محکومش میکنه. این وضعیتی که در ایران هست. به یک معنا ما موافق حرف آقای بهبانی هستم، باید تفاوت قائل شد بین سیستم قضایی که داره تو ایران کار میکنه با سیستم قضایی که در آمریکا کار میکنه. ولی در این حال من مخالف اعدام هستم و ماها در آمریکا هم داریم مبارزه میکنیم با سازمان عفو بین الملل، با سازمانهای زیادی همکاری میکنیم علیه اعدام، و من مطلقا مخالف اعدام در همه دنیا هستم و فکر میکنم که بشریت الان واقعا یک لکه ننگ اعدام بر پیشانیش و باید در همه جا ممنوع بشه. جالبی رو اشاره کردی، یعنی این که فرض کن که تفاوت قضایی و تفاوت این، مثلا یه آدمی مثل مصطفی پور محمدی خودش بیروز گفته که من 21 سالم بوده اومدم تو قاضی بودم. آدم 21 ساله چطوری ممکنه قاضی باشه؟ آخه چطوری ممکنه یه آدمی بیه جوون 21 ساله بیه حکم قضایی بده، حکم اعدام بده؟ در کجای دنیای چنین اتفاقی افتاده؟ این فقط در قرون وسطا بوده، در اصل کلیسای چنین ماجرایی بوده. یعنی ما نداریم مثلا همچین موضوعی نداریم، اصلا این شکلی نیست. و بعد مثلا فرض کنید که میگوید که جای دیگه میگه که رئیس قوه قضاییه، یعنی رئیس سوپریم کورت ایران، میگوید که آقای خامنه‌ای گفت اینجوری، ما هم گفتیم باش. این که بهش میگه امر قضاوت، که این که بهش میگه امر دادرسی، که یه آقا گفته که آقا در مورد اختلاسات کش ندید فراموش کنید، اون یکی اومده گفته که این آقای مصطفی پور محمدی 21 میلیارد تومان پول گرفته 4 سال پیش، پول برشته در رفته هنوزم حرف میزنه. اگه با بهرش و رپش و اینا حساب کنید چقدر این آدمی به ما بدهکاره. همین تموم شد. بدهکاره چی آقا؟ این پول برای چی؟ 21 میلیارد تومان این آقا برای چی دولت به این آدم داده؟ کی به اجازه داده که این آدمه که رئیس بازرسی کل کشور است، یعنی که او باید چشم و گوش مردم باشد، ببینه کسی جایی دزدی نکنه فلان نکنه، خوش 21 میلیارد تومان ورشته رفته و آدم میگن و هیچکی هم گوش نمیده. فضاحته. و من فکر میکنم که گناه اصلی این ماجرا به گردن ما ایرانیان خارج از کشور است. من فهم میکنم که همه بار مسئولیت به دوش ماست. اون مردم در ایران اسیرن، اونا در زندانن، زندانی که نمیتونه که، اسیر که نمیتونه کاری بکنه که. ما که در فضای آزاد هستیم، ما که امکاناتش داریم، باید حرکت کنیم، فعال باشیم، بیستیم راجع به همین موضوع. الان شما فهم میکنید که مثلا غلامرضا خسروی تمام شد، شما یه لحظه خودت بذار جای یارو، فکر کن که این آدمه از جمعه تا دوشنبه تا امروز چه حالی داره که امروز میخوام برن اعدامش کنم و بعد بهش میگن نه. و شما دیدی، بارها شنیدی که میگه منو بردن تناب انداختن گردنم بعد اومدن، منو بردن چشمامو بستن بعد تیر هوایی در کردن. اون تیر هوایی یعنی این که تیر خورده به قلبش، یعنی یارو رو کشتی شما. این آدمه آیا آدم میمونه دیگه؟ یعنی ازش چیزی جا میمونه که برگرده بیاد خدمت بکنه؟ میتونه. یه رژیم فاسد، یه رژیم جنایتکار. خانم عدی میگه آقا تو قانون اساسی دنبال چیزی نگه، آشان نمیتونی تو صف دشمن را دنبال رفیق بگردی که. اونجا کسی رفیق ما نیست، اگه دوست ما بود اونجا نبود، خب میمد بیرون ایستاده بود. اون تو نمیدونم یه کسانی اصلا آقای خاتمی خیلی مرد خوبیه، دوست ماست، اینا اصلا هم چیزی نیست، اینا هیچ کدومشون دوستای ما نیستن. تو اونجا نمیتونی دنبال رفیق بگردی. بیایید از فضای آزاد استفاده کنید، بیایید این مسئولیت رو باور کنید که آقا شما در ازای آدمایی که کشته شده، هر کدوم از این آدمایی که کشته شدن، من خودم مقصر میدونم، شما نمیدونم. چه فرقیه بین من و خانم احدی؟
چرا این خانم میدوه از صبح تا شب؟ نمیدونم، نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی اینکه چرا مثلا موضوع سال 67 هنوز برای خیلی ها از این شخصیت ها، احزاب سیاسی، احزابی که هنوز حرف به آدم هایی که هستن حرف میزنن، فرخ نگهدار، چرا برای این اصلا مهم نیست؟ 67 چرا اصلا حرف نمیزنن راجبش؟ چرا هیچ کدوم از اینا حرف نمیزنن؟ چرا این اکثریتی ها حرف نمیزنن؟ چجوریه؟ ماجرا چیست؟ بفهمی خانم عدی، گوش میدیم، بفرمایید. بله، یه مسئله که فکر میکنم مهم هست اونم اینه که اعدام یا طناب دار واقعا برای جمهوری اسلامی یه تکیه‌گاهه. شما الان در مورد همین صحبت کردین که در خارج کشور مثلا بیشتر از این باید علیه اعدام مبارزه کرد، هم به دلیل اینکه ما میتونیم آدما رو نجات بدیم و هم به دلیل اینکه اگه جمهوری اسلامی نتونه اعدام کنه نمیتونه دیگه فضای وحشت ایجاد کنه. این واقعا دو تا چهار تاست. وقتی که نمیتونه فعال سیاسی رو اعدام کنه، چون به خاطر اینکه اعتراض هست در سطح بین المللی و همه سر و صدا میکنن، میره تو همین فاصله دو روز قبل 11 نفر رو در زندان اوین اعدام کرد، ولی گفت که قاچاقچی مواد مخدر بودن. فکر میکنم 5 نفر افغانستانی شهروندی که تو ایران زندگی میکنه از کشور افغانستان اومدن رو اعدام کرد به همراه اونا. یعنی واقعا میتونم بگم تکیه داده به چوبه دار. و اگر ما بتونیم سر و صدا کنیم، متحدانه بریم تو خیابون، من یکی از بحثایی که الان توی فیسبوک یا سایت‌های مختلف هست همینه. مثلا سوال کرده بودن که در مورد حکم اعدام آقای غلامرضا خسروی، مثلا چرا شیرین عبادی بیانیه نمیده، چرا بقیه چیزی نمیگن؟ و به نظر من یه مسئله هم همینه که مثلا من مخالف دستگیری تمام اونایی هستم که دستگیر شدن و رفتن زندان، و با خیلی از این دوستانی که الان تو زندان هستن تلفنی بعضا صحبت میکنم. ولی تفاوت هست بین این که فرضاً یک نفر تو زندانه، 2 سال باید بمونه تو زندان، طبعا راجبش حتما باید حرف زد، ولی کسی که به اعدام محکوم شده و لحظه ها رو داره میشماره و فعال سیاسی که به اعدام محکوم شده، خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اگه اجازه بدید بهش، شروع میکنه به اعدام کردن همه اونایی که الان برده تو زندان. اینا همه چیز از دستشون بر میاد و به این معنی به نظر من مهمه. هیچ فرق نباید قائل شد بین کسانی که تو زندان هستن، هیچ فرق نباید قائل شد بین کسانی که به اعدام محکوم شدن. هیچ فرقی نمیکنه که به کدوم گرایش، به کدوم سازمان تعلق داشتن. ما باید، یعنی کسانی که دارن فعالیت میکنن و مدال حقوق بشر یا دفاع از حقوق انسانی رو یدک میکشن، باید بدون اینکه فرقی قائل بشن بین افراد، تمایلات سیاسی یا تعلقات سیاسیشون، از حق همه اونا دفاع کنن. به این معنی به نظر من باید متوجه شد که ما وقتی که علیه اعدام فعالیت میکنیم، نه فقط جان تعداد زیادی رو نجات میدیم، نه فقط روی جمهوری اسلامی فشار میاریم، بلکه یک ستون و تکیه‌گاه جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میدیم، حکومتی که باید سرنگون بشه. و این مهمه. و خوبه این رو هم اضافه کنم که به نظر من خب خیلی بحث الان هست، وحدت کنن سازمان ها با هم باشن، نمیدونم کلید طلایی دست برای سرنگونی جمهوری اسلامی وحدت. در مورد اون الان بحث نمی کنم، چون به نظر من خب سازمان هایی که اهداف مختلفی دارن، گرایشات و نمایندگی به صورت تمایلات و گرایشات مختلف رو می کنن، خب خیلی مشکله که وحدت کنن، این بحث دیگه ایه. ولی به نظر من میتونن همه سازمان های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عمل با هم بر علیه اعدام وحدت کنن، مبارزه کنن علیه اعدام، فعالیت کنن علیه اعدام همه کسانی که به اعدام محکوم شدن، چه کسایی که جمهوری اسلامی پرونده میسازه و میگه قاچاقچی هستن و نمیدونم معلوم نیست هستن تو کدوم دادگاه. الان چند هزار نفر تو زندان های جمهوری اسلامی حکم اعدام دارن. فکر کن این آدم ها چجوری شب و به روز میرسونن، روز و به شب میرسونن. هر لحظه ممکنه که از بلندگو صداشون کنن و ببرن اعدام کنن. بنابراین همه اون دوستانی که علاقمندی شدیدی به وحدت دارن، من فراخوانم به اونا این است که علیه اعدام ها بیاید با هم بیانیه بدید، بیاید با هم برید تو خیابون، بیاید تظاهرات سازمان بدید. و کسی که پشتش رو میکنه، توجه نمیکنه، حتی یه اطلاعیه نمیده، حتی یه بیانیه نمیده، به نظر من بیشتر از هر چیز خودشو داره
رسوا میکنه توی این اتفاقاتی که داره میفته. ممنونم. عرضم به حضور شما که درخواست میکنیم از شما عزیزان تو هر کشوری که هستی، تو هر منطقه‌ای از دنیا که زندگی میکنید، وقتی که خبر اعدامی رو میشنوید فعال بشید، با مسئولین تماس بگیرید، به حال به پارلمان اروپا نامه بنویسید، میل کنید، تلفن بزنید. دیگه این روزا اینا آسونه، شما با فشار یه دکمه، مثلا شمایی که تلویزیون میهن رو نگاه میکنید یقیناً منهای اون دسته ای که از طریق جلویز باکس ما رو نگاه میکنن، غالب دوستان دسترسی به اینترنت دارید، از طریق اینترنت پیدا کنید شماره تلفن ها رو، تماس بگیرید و بتونیم که این کار رو با هم پیش ببریم. جان انسانی در خطر است، جان انسان ها در خطر است. خانم عدی، آخرین پرسشم از شما این استش که برای یادمان 67 من دیدم که جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در شهر کن یک در حقیقت کار جالبی را انجام داده بود و مثل هر سال دوباره رفتن گل به رودخانه ریختن. آیا تو این قضیه می شود یک کاری کرد که مثلا شخصیت ها رو با تجربه اینکه شما این امکان رو داری ازشون دعوت کنید، شخصیت های سیاسی رو دعوت کنید بیان و در این مراسم ها شرکت بکنن، بهشون توضیح بدید، عیناً ببینن؟ من فکر میکنم اینا مؤثر باشه. آیا تو این زمینه فکری، کاری، سابقه‌ای وجود دارد یا نه؟ بله، تا اونجایی که به اون حرکت برمیگرده من واقعا تبریک میگم به دوستانی که سازمان داده بودن، به آقای بیگدلی و انجمن زندانیان ایران کل، و در این حال انجمن دفاع از زندانیان. و در این حال فکر میکنم که اون برنامه بسیار خوبی بود، جمعیت زیادی شرکت کرده بودن، از احزاب و سازمان‌های مختلف توی اون برنامه حضور داشتن، بعد سمبولیک برگزار شد. خب به صف ایستاده بودن و از پشت بلندگو به زبان فارسی و آلمانی و یه دوست گرامی به زبان ترکی هم اونجا سخنرانی کرد. برحال برای حاضرین در اونجا و به خصوص مردم آلمانی که به خاطر اینکه روبروی یه ایستگاه مرکزی قطار برگزار شد، خیلی استقبال شده بود و مردم واقعا صدها نفر اونجا بودن و گوش میکردن به این حرفا. گفته شد که این صفایی که تشکیل شده در حقیقت یه حالت سمبولیک داریم، صفای اعدام رو نشون میدیم در سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی. مردم واقعا خیلی با علاقه به حرفای ما گوش میکردن اونجا. ما گفتیم که چه اتفاقی افتاده، خب این خودش یه افشاگری بزرگی بود، چرا این جنایات جمهوری اسلامی کرده و چطوری الان در ایران مبارزه وجود داره علیه حکومت اسلامی و علیه اعدام ها. بعد ما راه پیمایی کردیم به طرف رودخانه راین و جمعیت زیادی که اونجا بودن گل پرتاب کردن به رودخانه راین و این خیلی خوب بود. همونجا دوستانی که اونجا بودن و من و آقای بگدلی هم صحبت کردیم، چون 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام داره نزدیک میشه، خب به نظر ما خیلی میشه مشترکاً بازم برنامه‌های اعتراضی گذاشت و من یه بار دیگه از این فرصت استفاده می‌کنم، از تلویزیون شما میخوام که اگر امکانش باشه از حالا تا 10 اکتبر میشه مجموعه برنامه‌های را سازمان داد، از پنل بحث تا مروری بر مبارزاتی که تا حالا شده، کمپین مثلا نجات شهلا جاهد چجوری بود. مثلا جهت اطلاع بینندگان شما باید بگم در مورد شهلا جاهد و روزی که میخواستن اعدامش کنن، خب زنگ زد از من خداحافظی کرد و صداش با یه دوست دیگه هم تو ایران با یه خبرنگاری حرف زده بود، صداش به صدا ضبط شده ما داشتیم. این یه کلیپ درست کرده یه دوست ما به اسم آقای فرشاد به حال، ایشون یه دونه ویدیو کلیپ درست کرده که 4.5 میلیون اونو نگاه کردن، این ویدیو رو. در مورد اینا به نظر من میشه فرشاد حسینی الان یادم، در مورد اینا میشه به نظر من برنامه گذاشت تو تلویزیون و بعد همه رو دعوت کرد که مثلا 10 اکتبر فرضاً در کلن آلمان هزاران نفر بیان تو خیابون و بگن اعدام باید ممنوع بشه در ایران، هم علیه اعدام ها تظاهرات کنیم، عکس اونایی که محکوم به اعدام هستن و در این حال برای ممنوعیت اعدام و اعمال فشار به جمهوری اسلامی. به نظر من این امکان پذیره اگه واقعا دوستان گرامی که الان این برنامه رو میبرن تو کشورهای مختلف به فکر این باشن.
و من در این حال فکر میکنم بد نیست مثلا من و آقای دکتلی به همه احزاب و سازمان ها نامه بنویسیم، ازشون دعوت کنیم و برای حرکت مشترک متحدانه علیه اعدام رو سازمان بدیم به مناسبت 10 اکتبر. امیدوارم که چنین امری صورت بگیره. از شما نهایت سپاس دارم، از زحماتت واقعا صمیمانه قدردانی میکنم. امیدوارم که پیروز باشی، موفق باشی، سلامت باشی تا بتونی به این کار ادامه بدی. ممنونم خانم عادی. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. متشکرم از مشارکتتون در برنامه. ممنونم. مرسی. به هر حال امیدوارم که این بحثا کمک کنه به ما و بتوانیم این ماجرای اعدام رو در حقیقت یه جوری اون بگیم که این یک جنایت است، قتله، قتل. فرقی نمی‌کنه که چه کسی این کارو انجام بده. قتل، قتل. درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم در خدمتتون باشیم. متشکرم.